سلام، اگه قسمت‌های قبلی ساعت صفر رو گوش نکردید لطفاً برگردید و ساعت صفر رو از قسمت اول دنبال کنید، چون ساعت صفر یه مجموعه داستان سریالی کوتاهه که قسمتاش به هم مرتبطه. شما به پادکست ساعت صفر گوش می‌کنید. تو تمام زندگیم هیچ وقت به اندازه‌ای که اون شب از بهیموت ترسیدم از هیچ حیوانی نترسیده بودم. حتی همین الانشم هر وقت توی کوچه و خیابون یه گربه سیاه با چشمای روشن می‌بینم تنم یخ می‌کنه. بگذریم. هنوزم برام سواله که چرا بهیموت یه دفعه پرید روی ما؟ یعنی میخواست چیزی به ما بفهمونه؟ یا شاید هم داشت اخطار میداد که دیگه بر نگردیم اونجا؟ نمیدونم. به نتیجه نرسیدم، ولی یه کاش دیگه بر نمیگشتم تو اون خونه. یادم هانیه تا مرز سکته کردن پیش رفت اون شب. تنها چیزی که اون لحظه به ذهنم رسید این بود که از اونجا فرار کنیم. موقعی که داشتم هانیه رو میرسوندم دم خونش، خیلی مصمم بودم که دیگه پامو تو اون خونه نذارم. حتی وقتی برگشتم دم خونه خودم، رفتم سر کوچه و دست کردم تو جیبم. میخواستم دست کلید اون خونه لعنتی رو پرت کنم تو سطل آشغال و یه نفس راحت بکشم، که ای کاش پرت کرده بودم. اون شب برگشتم خونه و یه دوش گرفتم. با حوله نشستم جلوی تلویزیون و یه لیوان چایی. تا حالا برات پیش اومده یه دفعه استرس دلشوره شدید بگیری؟ انگار که منتظری هر لحظه یه اتفاق بدی بیفته؟ اون شب تمام مدت اینطوری بودم. البته بی دلیل نبود، ولی انقدر بود که حس می‌کردم دست و پام داره زغزغ می‌کنه. همین بود که نتونستم راحت بخوابم. به محض اینکه چشمم رو هم می‌ذاشتم یاد عکسای رو دیوار، دینگ دینگ ساعت و جیغ اون گربه می‌افتادم. و اون نامه. آخه چرا این آدم اومد سراغ من؟ رو چه حسابی منو انتخاب کرده بود؟ تمام اون شب مدام به این فکر میکردم که خواسته در حق من لطف کنه یا منو بندازه تو دل یه ماجرا. فرداش سر کار حال خوبی نداشتم. هوش و حواسم سر جاش نبود. شرایط جوری نبود که بتونم اول صبح مرخصی بگیرم. به خودم اومدم دیدم مدیر بالای سرم ایستاده و میگه این چه وضع کار کردنه؟ یه جمع و تفریق ساده هم اشتباه حساب میکنی؟ چیه این فاکتورا؟ تلاشم برای ماسمالی کردنشم بدتر کرد اوزارو. اینو وقتی فهمیدم که به جای فاکتور 35 میلیون و 500 هزار تومانی برای مشتری فاکتور 3 میلیون و 550 تومانی فرستاده بودم و طرف زیر بار نمی‌رفت. اون روز زمان انگار نمیگذشت. تحمل نگاه ترحم برانگیز همکارا هم بدتر کرده بود اوضاع رو. بالاخره ساعت کاری تموم شد، از اونجا اومدم بیرون. اولین کاری که کردم یه سیگار روشن کردم و با اولین پوکش حرکت کردن نیکوتین و رسیدن به سلولای توی مغزم رو حس کردم. یکم که حالم جا اومد دیدم نمیتونم صدای شهر رو تحمل کنم. انگار داشت مغزم رو رنده میکرد. هدفون گذاشتم تا موزیک نجاتم بده از این حال و هوا. همینطور پیاده میومدم سمت خونه و با موزیک و سیگار سعی میکردم حالم رو خوب کنم. تصمیم گرفتم به هانیه یه زنگ بزنم. زدم، جواب نداد. 10 دقیقه دیگه دوباره زدم، بازم جواب نداد. نگرانش شدم، یه اسمس براش فرستادم. با خودم فکر میکردم یعنی چی شده؟ اتفاقی افتاده براش؟ یا نکنه از من ناراحته؟ مگه من کاری کردم؟ مدام اینا توی سرم میچرخید تا اینکه مسیجمو جواب داد. خوبی؟ من نمیتونم باهات صحبت کنم. بابام دیشب پدرمو درآورد از بس سوال پیشم کرد که چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ چرا گریه کردی؟ حالم خوب نیست، خودم بهت زنگ میزنم. یعنی چی؟ خود این دختر پیشنهاد داد که برگردیم تو اون خونه. ای کاش از اول هانیه رو اونجا نمی بردم، یا اصلا قصه خونه رو براش تعریف نمی کردم. ولی افسوس، بیفایده بود. اتفاقی که افتاده رو نمیشه عوض کرد. برگشتم خونه، ولی حرفای تو نامه مدام توی سرم رژه می رفت. نمیتونستم مقاومت کنم. شما بودید میتونستید؟ بالاخره باید یه کاری می کردم.
پیش خودم فکر کردم شاید اون آدم سر کارمون گذاشته. مگه میشه همچی مزخرفاتی؟ یکم که گذشت دل و جرأت پیدا کردم و کلیدو ورداشتم و برگشتم سمت اون خونه. تو را که میومدم به این فکر کردم که به یکی از دوستام زنگ بزنم و براش قضیه ساختگی تعریف کنم و ازش بخوام که با هم بیاد بریم اونجا. ولی پشیمون شدم. رسیدم دم خونه. مثل همیشه در حیاتو باز کردم و اول دنبال بهیموت گشتم. تو حیات نبود. اومدم تو خونه. این دفعه سانتیمتری جلو میرفتم از ترسم. مدام منتظر بودم که نکنه اون گربه دیوونه بپره رو سر و کلم. حتی میترسیدم عکسای روی دیوار رو نگاه کنم. یادمه که اومدم وسط پذیرایی یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم همه چیزو دوباره وارسی کنم. اول دور و برمو نگاه کردم. تلویزیون، مبل دو نفره روبروش که نامه هم هنوز همونجا افتاده بود. میز و روزنامه ها و یه مش کاغذ، عکسای روی دیوار و اون ساعت های خواب مونده. نامه رو برداشتم تا آخرین خط رو دوباره بخونم. بهتر از این موضوع به کسی چیزی نگی، وگرنه هر بلایی امکان داره سرت بیاد. حرفمو جدی بگیر. امیدوارم تو اون خونه بهت خوش بگذره. امضا اردوان. کاش قبل از اینکه هانیه رو می آوردم اینجا نامه رو دیده بودم. شاید این اتفاقات اصلا پیش نمی اومد. کاغذها و آتش‌خالای روی میز و که هانیه مرتبشون کرده بود و دوباره زیر و رو کردم. جز روزنامه ها و چند کاغذ سفید کاهی که روی بعضیاشون کلمه های نامفهوم و بی ربط نوشته شده بود هیچی دیگه نبود. عکس ها هم که همینطور سر جاشون بودن. ساعت ها هم همینطور. جز اون ساعتی که دفعه اول دیدم که کار میکرد، بقیهشون انگار سال هاست که خوابیدن. بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه تا برای بهیموت غذا بریزم. شاید اون لحظه از روی ترس این کارو کردم که بخوام یکم بهش مهربونی کنم. تا صدای خشخش کیسه غذا رو شنید مثل جن سر و کلش پیدا شد. شما هیچ وقت نمیتونید بفهمید که گربه ها از کجای یهو ظاهر میشن. اومد جلو و مشغول غذا خوردن بود. با ترس و لرز دستم رو بردم سمتش و یکم نازش کردم. اونم انگار نه انگار که من وجود دارم. مشغول غذا خوردن بود. برگشتم و نشستم رو مب. داشتم به این موضوع فکر میکردم که چطور میشه از این موقعیت استفاده کرد و به قول اردوان لذت برد. از سر کلافگی اومدم طبقه بالا. دیدم ملافه تخت هنوز به هم ریخته است. آخه اون شب وسط مرتب کردن تخت بودم که با جیغ هانیه پریدم پایین. موقع مرتب کردن ملافه زیر تخت، یک جعبه مقوایی قدیمی پیدا کردم. تو این جعبه مقوایی 3-4 تا نوار کاست بود و یه ضبط کهنه. نوارا منو یاد بچگی منداخت، موقعی که هنوز سیدی و فلش و موبایل وجود نداشت. کنجکاو شدم که ببینم این نوارا چیه. شاید موزیکای قدیمی گلچین، داریوش، گوگوش، ابی، گلچین تنین، چه میدونم، معمولا همچین چیزایی بود دیگه. با همین حال و هوا بودم که یکی از نوارا رو گذاشتم تو ضبط و پلی کردم. بابا از سفر برگشت. مامان کلی به سر بابا داد و بیداد کرد که چرا الان که ما پول نداریم اون داره میره بیمارستان شهرستان مدنی کار میکنه. گفت من قسم خوردم جون آدم. با دعوایی که بابا مامان کردن و بخوام تا به هم برای خرید کتاب پول. امروز شهریور 1365. انگار یه بچه روی نوارای قدیمی خونه شون خاطرات روزانش رو ضبط کرده بود. ولی این بچه چه ربطی به این خونه داره؟ جعبه رو برداشتم و اومدم پایین. نوار شماره 1 رو زدم از اول. امروز تازه از سفر برگشتیم. دفترمو توی سفر گم کردم و از امروز میخوام روزنویسمو توی این واکمن ضبط بکنم. این واکمنو بابا بهم داده. میخوام صدا ماهی به بعد ضبط بکنم. چهارشنبه 13 فروردین 1365. امروز 13 به در بود. صبح از صدای بلند تلویزیون بیدار شدم. بابا گفت 13 به دری 23 به در. خیلی دوست داشتم روزمو بیرون خونه باشم اما نشد. کل محلمون عزادار دیشب کلی شهید آوردن. یکم که گذشت دیدم بهیموت اومد سمت من. خواستم یکم نوازشش کنم اما به من توجهی نمی کرد. بیشتر حواسش به صدای ضبط بود. مدام دوروبر خودش می چرخید انگار که داشت دنبال منبع صدا می گشت. بالاخره فهمید که صدا داره از کجا میاد. اومد جلوتر و خودشو می مالید به ضبط. یه جورایی انگار داشت خودشو لوس می کرد. تعجب کردم. از اونجا که خودم قبلا گربه داشتم این رفتار رو می شناختم. این یعنی دلتنگی. دوشنبه 2 تیر 1365.
بابا از سفر برگشت، مامان کلی به سر بابا داد و بیداد کرد که چرا الان که ما پول نداریم اون داره میره بیمارستان شهرستان مجانی کار میکنه. بابا هم مثل همیشه گفت من قسم خوردم جون آدم ها رو نجات بدم. با دعوایی که بابا مامان کردن از اینکه بابا بخوام تا به هم برای خرید کتاب پول بده خجالت میکشم. امروز 16 شهریور 1365، از 2 هفته دیگه باید هر روز صبح برم مدرسه. همه اصرار دارم من بزرگ شدم، مدرسه جدید، برخوردهای جدید، نمیدونم بزرگ شدن من چه ربطی به خیلی چیزا داره. امروز نسرین رو دیدم داشت از نونوایی برمیگشت خونه، رفتم پشت سرش که بترسونمش، اما یهو دیدم یه نفر با کت سبز خیلی عصبانی از پشت منو گرفت، بعدم منو بردن تو دفترشون. زنگ زدم مامان اومد و منو تحویل گرفت. به مامان گفتن که مزاحم دخترها میشم. من مزاحمش نشدم. من نسرین 10 سال با هم بازی میکنیم. بزرگ شدم، خسته شدم. 23 مهر امروز یکی سخت این روزای عمرم بود. از صبح که از خواب بیدار شدم دیدم مامان نشسته جلوی تلویزیون گریه میکنه. از اخبار شنیدم یه هواپیما تو شیراز بمبارون شده. مامان خیلی نگران بابا بود. بابا قرار بود امروز صبح از شیراز برگرده. مامان نذاشت که برم مدرسه. تمام روز من با خودش این ور اون ور بود تا شاید خبری از بابا بگیرم. حالا داشتیم دوتایی به نوارو گوش میکردیم، ولی من هنوز نتونسته بودم ربط این بچه رو به خونه بفهمم. از طرفی با ریاکشنای بهیموت مطمئن بودم که این گربه بچه رو میشناسه. تو این فاصله بهیموت رفت یه دوری زد و برگشت، فکر کنم رفت آب خورد، ولی به جای اینکه برگرده روی مبل کنار من بشینه و به نوار گوش بده، پرید روی میز و روزنامه ها و کاغذهایی که هانیه دست کرده بود و ریخت رو زمین. بعد رفت سمت دیوار و پنجه هاشو به دیوار کشید. همینطوری داشتم حرکاتشو با چشم دنبال میکردم که ببینم چی کار داره میکنه. کنار تابلوی چیزهایی هست که نمیدانی عکس 2 تا پسر بچه بود که یکیشون هم کلاه گذاشته بود سرش. یادم دفعه پیش با هانی هم این عکسو دیده بودی. حالا که دقت کردم انگار بهیموت رفته زیر عکس این 2 تا بچه و داره اونا رو صدا میزنه. اونجا بود که فهمیدم صاحب صدای این نوار یکی از این پسر بچه هاست. تو حالا هوای کشف اخیرم بودم که یهو صدای نامانوسی شنیدم. صدای اون تلفن قدیمی بود. با خودم فکر کردم حتما اردوانه، میخواد ببینه من اومدم تو این خونه و به این گربه قضا دادم یا نه. 2 قدم رفتم به سمت تلفن، ولی یه دفعه پشیمون شدم. با خودم گفتم اگه اردوان نبود چی؟ همونجا خشکم زده بود. نمیتونستم تصمیم بگیرم. تلفنم انگار قصد نداشت قطع بشه. همینطوری داشت زنگ میخورد. اونجا به خودم گفتم انقدر بیخودی نترس. اصلا توجهی نکن. برگرد سر جات بشین و کارتو انجام بده. همین کارم کردم. دفعه دومی که تلفن زنگ خورد، انگار اصلا قصد نداشت قطع بشه. همینطوری که تلفن زنگ میخورد، بهیموتم از روی میز پرید به سمت تلفن. اومد زیر تلفن دیواری وایساد، برگشت و زل زد تو چشای من. دیگه مطمئن بودم باید تلفن رو جواب بدم، چون به طرز غیر معمولی زنگش قطع نمیشد. با یکم استرس گوشی تلفن رو برداشتم و گذاشتم دم گوشم. اون لحظه فکر هوشمندانه‌ای به سرم رسید. گفتم بهتره اول گوش کنم و بعد بگم الو، ببینم چه صدایی داره از پشت خط میاد. پایان قسمت 5.